این اون بحثیه که گفتم، اینو حالا میتونید جلو چشتون بزنید، پرینت بگیرید داشته باشید، به دوستان بفرستید که ببینن. همون زومی که داشتید خوب بود. آره دیگه، یعنی این زمان بندی ها رو در مورد این که الان شما تابستونه و مدرسه موضوعیت نداره بر فرزندتون به الاخر. خب الان شما نگاه بکنید، شما نگاه بکنید، میگه هنگامش چیه؟ روز و شب بازش از اذان صبح تا طلوع آفتاب. یعنی شما از اذان صبح تا طلوع آفتاب میزان خواب یک ساعت باشه، بهره دهیش یک ربع. یعنی یک ساعت که بخواب یه ربع برای شما ثمره داره و بسیار هم مضر. خواستش اینه که بسیار هم مشومت رو داره اینجا. دوباره توی روز از طلوع آفتاب، یعنی آفتاب طلوع میکنه، تا نیم ساعت به ظهر، یک ساعت خواب میشه نیم ساعت. اینه که این ساعت میخوابن، هر یک ساعت خوابشون نیم ساعته و اینجا هم باز خواب مضره. بعد از نیم ساعت به ظهر تا اذان ظهر، خب از نیم ساعت به ظهر تا اذان ظهر یک ساعت خواب بسیار مفیده، خصوصا برای سحرخیزان که اون خواب قلیل میشه. یعنی کسی که سحر بلند میشن این خواب بسیار بسیار خواب مفیدیه و توصیه شده در موردش. خب الان مثلا شب که زندگی شما، مدارس شما، و طرف میاد مدرسه میزنه میگه ما همه چی رو توش آزاد گذاشتیم دیگه، همچین برنامه‌ای وجود نداره که آقا بچه‌ها خواب قلیل رو باید داشته باشن. یک ساعت مونده به اذان ظهر که این متغیرم هست، ساعتش تغییر میکنه، بچه‌ها بتونن برن استراحت کنن. خب خب اصلا شما نهار رو میدونید که باید به یک میان وعده خیلی کوچیک تبدیل کنید، اصلا نهار سنگین نباید موضوعیتش. یعنی شما باید استراحت کنید. بله بفهم. نه قبلش، یعنی شما مثلا بالاخره باید یک ساعت، چون این ساعتی خورد خوابیدن سخته دیگه، بعد از یک ساعت قبل دورخیز کنید تا نیم ساعت اونجا بتونید بخوابید دیگه. ولی شما معمولا الان افراد بخوان اراده کنن ساعت 11 ظهر بخوابن تا 12 مثلا 12 20 دقیقه، به این راحتی نیست، عادت ندارن. آره میتونن، یعنی اگه سرخیزی رعایت شده باشه میتونن. خب که متاسفانه ما الان اینو رعایت نمی کنیم دیگه. بعد دوباره از اذان ظهر تا نیم ساعت به غروب آفتاب، هر یک ساعت دوباره میشه نیم ساعت، که حالا مفیده. یعنی این ساعت خوابیدن خوابیه که مفیده. پس از بازه نیم ساعت به اذان ظهر تا یک ساعت، نیم ساعت به از غروب آفتاب خواب مفید میشه و خب بازدگیاش هم کاملا متفاوته. حالا شب از نیم ساعت به غروب تا نیم ساعت بعد مغرب، دوباره این ساعت شبیه همینه، همین بازه است، یک ساعت میشه یک ربع، دوباره بسیار مضره. دلیلش هم آقای تبریزیان توضیح میده ها، چون این ساعت ساعتی که به شدت اجنه فعالن دیگه، میدونید دیگه موقع هیجان این هاست و خیلی در رفت آمدن، خواب مفید نیست. بله این ساعت دقیقا این بازه خواب توش بسیار مضره، همین بازه نیم ساعت به غروب تا نیم ساعت بعد مغرب، شبیه از اذان صبح تا طلوع آفتاب. خب از نیم شب شهری که الان ساعت حدود 11 و ربع 11 و 20 دقیقه است تا نیم ساعت به اذان صبح، ببخشید من اینو نخوندم، از نیم ساعت بعد مغرب تا نیم ساعت شرعی، نیم شب شرعی، هر یک ساعت دو نیم تا چهار ساعت. ببینید چه بهره دهی دارن مناظراتتون رو گوشید نیم ساعت. خب یعنی این بازه چقدر ساعت مهمیه، نیم ساعت بعد از مغرب تا نیم شب شرعی، هر یک ساعت دو نیم تا چهار ساعته. یعنی شما یه ساعت بخوابید، دو ساعت بخوابید، خوابتون در واقع به اون میزان مطلوب، اگه 4 ساعت محسوب بشه خوب بخوابید، یا حتی 2 و نیم ساعت هم باشه 2 تا 4 ساعت بخوابید دیگه تکمیله و بسیار هم مفیده این خواب. خب از نیمه شب شرعی ساعت بخوای 16 ساعت باشه، معمولا افراد اون دست میدن دیگه، بعد من دیگه شام نمیخورم. بعد از نیمه شب شرعی تا نیم ساعت به اذان صبح، هر یک ساعت یک ساعته و مفید هم هست. این بازداشت دیگه هر یک ساعت یک ساعت که ما معمولا از این باز استفاده میکنیم که میگن باید 8 ساعت بخوابید. از نیم ساعت به اذان صبح تا اذان صبح یک ساعت میزنه خب اصلا بهره‌ای نداره و بسیار هم مضره.
نه دوره پاییزم میشه چون روزا کوتاه‌تره و شباها بلندتره، اون موقع هم میتونید. اتفاقا تابستون سخت‌تره، فقط آسونیش اینه که مدیریتش با خودتونه. اما زمستون و پاییز یه خورده به خاطر مدرسه ها سخت میشه، اما چون بازه زمان شب طولانیه میتونید استفاده بکنید. این فایل رو براشون بذارید. من چون در مورد حالا اینا در مورد مسائل دیگه است که حالا باید در موردش بعداً صحبت بکنیم، منتها چون من در مورد زمان گفته بودم که این رو توضیح میدم، این رو گفتم برای اینکه شما بالاخره فعالیت هایی که دارید اگر میخواید به این برسید که چرا بازدهیش برکتش کمه، چرا اساساً اون بهره‌دهی لازم رو نداره، چرا از زمانمون رو نمیتونیم خوب استفاده بکنیم و چرا روزمون برکت نداره، شبمون برکت نداره، عدم توجه به این قضیه است و این زمانبندی هاست که اینا خیلی هاشون سنت های روایی داره، مستندات روایی داره. اگر حالا دوستان علاقه داشتن میتونن این جدول رو بهش مستندات رواییش رو هم الساق بکنن که افراد با اون مستندات رواییش بتونن استفاده بیشتری بکنن. من دیگه نکته خاصی ندارم، ببخشید که از زمان اذان عبور کردیم و انشالله که مطالبی که گفته شد مورد استفاده قرار بگیره. سوالاتون رو حتما یادداشت کنید، سوالاتون رو اگر یادداشت که یادداشت بکنید. ابتدای جلسه بعدی ما با سوالات شما شروع بکنیم. این نکته‌ای که ایشون دارن اینه که خیلی از این کارهایی که الان داره انجام میشه تو نظام مدرسه‌ای ما، اتفاقا این نقدی که نظام مدرسه دانشگاهی وارده که یه درسی رو شما میه 24 جلسه نمیدونم 48 جلسه یه تعداد جلسه میگذرونی، بعد میان آقا یه واحد دو واحد سه واحد مثلا شما ریاضی گذروندی، یه واحد دو واحد مثلا زبان عربی زبان انگلیسی، بعد در نهایتش هم شما نمیفهمی آقا این هم ما زمان گذاشتیم برای زبان انگلیسی توی مدرسه، برای زبان عربی توی مدرسه، الان جز اونایی که رفتن خودشون انگلیسی و عربی بیرون یاد گرفتن کسی میتونه انگلیسی و عربی صحبت بکنه از اون زمانی که گذشته؟ نه نمیتونه صحبت بکنه. خب به صورت جدی انتخاب به نظام مدرسه و دانشگاه وارده، اما چی باعث میشه که شما بتونی مثلا زبان انگلیسی و عربی رو واقعا یاد بگیری؟ زبانی که میری بیرون مدرسه و خودت با اون نظام آموزشی که احساس میکنی مناسبه این رو پیگیری میکنی، مداومت میکنی تا در نهایت به یک نتیجه مشخصی برسی که مثلا نتیجه اینجا چیه؟ این که من بتوانم زبان انگلیسی بفهمم و زبان انگلیسی صحبت بکنم، زبان عربی بفهمم و صحبت بکنم. آقا من میخوام برسم به این نقطه که بتونم فرض بکنید که یک واتر هاروستینگ بسازم. خب برای این واتر هاروستینگ ساختن این پروژه شاید یه تابستونه، باید طرف بره کلی چیز یاد بگیره، کلی ویدیو ببینه، کلی امکانات بخره، بیا سر هم بکنه تا بعد از مثلا دو ماه سه ماه بعد از یه فصل در نهایت بتونه اون واتر هاروستینگ رو به شما تحویل بده. ممکنن تنهایی نتونه، باید کار گروهی باشه. خب من نکتم در مورد مدارس همین بود. مدارس ما زمانی میتونن از این وضعیت خارج بشن که پروژه برای کلاس‌های درسشون تعریف بکنن. آقا پروژه این کلاس اینه که بره مثلا ماشین فرض بکنید که بسته به سطحشون دیگه دینا رو یکی از قطعاتش رو که الان داریم وارد میکنیم رو چیکار کنه؟ مهندسی معکوس کنه. آقا اگه این کارو کرد، اولا کمک کرده به سند خود دوسازی، دو اینکه نمره قبولیشو میگیره، سه اینکه توی این مسیر کلی چیز یاد میگیره. آقا یکی از قطعاتی که ما داشتیم از خارج از کشور وارد میکردیم، این کلاس دانش آموزان این مدرسه تونستن مهندسی معکوس کنن. یک پروژه مشخص. این نقدیگیشون مطرح میکنه کاملا وارده. چرا؟ چون ما پروژه تعریف نمیکنیم. الان شما برای قدیر پروژه داریم، میدونی هر سال این تکرار میشه، هر سال باید این مراسم و این جشن برگزار بشه، هر سال ایده های جدید رو میگیری میری براش آماده سازی میکنی افراد رو، این افراد میان سال دیگه اون رو اجرا میکنن. این پروژه است، یک کار خواسته است. پروژه فرزند شما چی الان؟ خب آیا میشه کلام پروژه رو دید بعد این اومد خوردش کرد و این اجزایش رو آرام آرام بهش کمک کرد که بتونه مثل یک پازل روشن بکنه، مثل یک پیکسل روشن کنه، در نهایت اون تصویر کلان شکل بگیره؟ این دیگه میشه اون هنر پدر و مادر که یک تاثیر بزرگ در ذهنش داره، این میشه اون هنر اون معلم که یک تاثیر بزرگ داره، این میشه فراتر از اینا هنر اون وزارت آموزش پرورش و دولت که یک تاثیر بزرگ
در مقابل خودش داره که میگه من استراتژیم استراتژی حمل و نقل پایه است، میخوام خودرویی و نمیدونم توانمندیم توی حوزه تولید قطارها و ترنها و هواپیماها بالا بره، یا نه استراتژیم انرژی پایه است، میخوام توانمندیم توی این بالا بره که بتونم توی یک پالایشگاه کاملا به صورت خودکفا، توی یک سازوکار پالایش گاز کاملا به صورت خودکفا پیش برم، توی تولید مثلا نیروگاه اتمی کوچیک برای تولید برق، توی تولید آبشیرین کن‌های اتمی کاملا به صورت مستقل پیش برم. حالا وقت این شد کلان ایده شما، از این زاویه شما برید بازی سیم سیتی رو، بازی سیم سیتی آخرین ورژنش رو که تولید شده، این فکر میکنم مال سال 2024 بود، 2014 بوده فکر میکنم اشتباه نکنم، بازی سیم سیتی رو این زاویه ببینید با پی سیه. شما تو هر شهری که باید به عنوان شهردار اداره کنید یک منطقه ای رو تعریف کرده به نام منطقه اون بیگ پروژکتتون، یعنی اون پروژه بزرگتون که شما باید چند تا شهر رو توی اون منطقه به شما میده بسازید، بعد منابع این شهرها در نهایت به شما مثلا اجازه بده بتونید یک مثلا ایستگاه فضایی بزرگ بسازید، چون یه شهر نمیتونه ایستگاه فضایی بزرگ بسازه، یک شهر نمیتونه یک فرودگاه بین‌المللی بزرگ بسازه، یک شهر مثلا نمیتونه یک نیروگاه اتمی بزرگ بسازه، یک نیروگاه خورشیدی بزرگ بسازه. شما باید همزمان سه تا چهار تا شهر رو به عنوان شهردار چندین و چهار کار رو توی اون شهرها، شهرها رو از صفر بسازید بیارید بالا، اینا درآمدهای مالیاتی که میگیرید سرجمشون در نهایت خط بشه به اون پروژه بزرگ. این به فرزند شما یک سری کارهای بزرگ رو انجام دادن، اینکه باید چندین و چند فرایند رو مدیریت بکنی، اینا رو کنار همدیگه اصطلاحاً هماهنگ و سینکرونایز بکنی، توالیهاشون رو بچینی تا در نهایت بتونی مثلا پروژه ایستگاه فضایی بزرگ رو احداث بکنی توی مثلا این زمین. خب این کار رو کجا بچه شما یاد میگیره؟ یکی از جایی که یاد میگیره همین بازی سیم سیتیه. و این کارو شما چطور یاد میگیری اگه این بازی رو انجام بدی؟ وزیر آموزش پرورشتون کجا یاد میگیره اگه این بازی رو یاد انجام بده؟ رئیس جمهورتون کجا یاد میگیره اگه این بازی رو انجام بده؟ وزیر آموزش پرورش میگه هرچی. خسته نباشید.